مقامات ایران میگویند در روز گذشته بیش از 14400 مهاجر افغان را به افغانستان برگشت دادند. خبرگزاری فارس بر روز دوشنبه گزارش داد که این افراد به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند و پس از شناسایی و بازداشت توسط مقامات امنیتی این کشور به مقامات حکومت طالبان سپرده شدند. سردار مجید شجاع فرمانده نیروهای مرکزی مرزی ولایت خراسان رضوی گفته که قوای سرحدی و پلیس این کشور به پناهجویان غیر قانونی اجازه ورود نمیدند. بر اساس گزارش‌ها مقامات ایران در نزدیکی یک سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کردند. در داخل ایران هم از افزایش محدودیت‌ها بر مهاجران افغان گزارش شده. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که یک مقام ژاپن از آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفته. این وزارت شام دیروز در بیانیه نوشت که میساکا تاکاهاشی معاون نماینده خاص ژاپن برای افغانستان در دیدار با شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد صحبت کرده. در بیانیه زمان دقیق این دیدار مشخص نشده. مقامات ژاپن نیز در این مورد تا کنون تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 بسیاری از کشورها سفارتهایشان را در افغانستان بستند و تعداد زیادی از مؤسسات نیز این کشور را ترک کردند. معاون نماینده خاص ژاپن در حال به افغانستان سفر کرده و با مقامات بلند رتبه طالبان ملاقات می کند که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان طالبان به تازگی احسان اکبری خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن را در کابل بازداشت کردند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال تیم‌های افغانستان و نیوزیلند امروز 12:30 به وقت کابل به میدان می‌روند. این بازی در شهر ایست لندن آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات در برابر پاکستان شکست خورد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به روز جمعه با اشتراک 16 تیم در آفریقای جنوبی آغاز شد. و نرندرا مودی صدر اعظم هند به روز دوشنبه در شهر آیودیا در شمال این کشور یک معبد بزرگ را افتتاح کرد. به اساس گزارش‌ها این معبد در جای یک مسجد که تقریباً 30 سال پیش از سوی هندوها تخریب شده بود ساخته شده. در آن زمان تخریب مسجد سبب آغاز تنش‌های مذهبی در هند شد که در آن دست کم 2000 تن جان باختند.